خب ما خیلی از منوهای قسمت مراجعه کنندگان جا گذاشتیم. من نمیدونم چرا ندیدمش، حالا فکر میکردم سرفصل یا هر چیزی. بالاخره ما تا این قسمت یوزر اکسپلور صحبت کردیم و باقی موارد رو جا گذاشتیم. در قسمت دموگرافی همونچه که مشخصه، ما میخوام گراف بکشیم. مثلا آقا این سن و سالی که وارد وبسایت میشن، جنسیت هایی که وارد وبسایت میشن چطوره؟ میگه سن و سالی که برای این وبسایت میاد از بین 25 تا 34، 18 تا 24 و میاد و هر کدوم یه درصد میده. پس این نشون میده که شما مثلا با قشر جوان و تقریبا سن و سال متوسط تا 40 سالگی بیشترین ترافیک دارید. پس شما باید برای این افراد مثلا یه اپلیکیشن خیلی خوب بزنید، چون اینا خیلی موبایل دوستن و خیلی تو دستشونه. ولی باید یادتون باشه که 55 سال و 64 سال هم میاد داخل وبسایت. شما باید تو اپلیکیشن ها بین 45 تا 54 گشت از نسبت به جوون 18 ساله اطلاعات کمتری نسبت به دیوایس دارن، بیای چیکار بکنی؟ بیای رابطه کاربری خوبی بکنی. این یه دیده خیلی زیاد داریم. سایت من هی میخوره داخل مجموعه، از اون بالا میاد پایین، میخواد آپشن نیوگارا باز بکنه، یه مشکله. چرا؟ چون کاربر من نمیتونه بره داخلش. چرا؟ چون سنش 54 ساله، 45 ساله، نمیتونه منوها رو تشخیص بده. این تو هر چیزی که تو صفحه میبینه کلیک میکنه یا از گوگل اومده. پس باید برای اینا شرایط خاصی رو داشته باشیم. در مورد سن و سال، در مورد جنسیت میگه 45 درصدش زن ها هستن و 54 درصدش هم مرد ها هستن که شما باید مرسوز ها کارکاسیپی تون این کار رو انجام بدید. از کتگوری هایی که خیلی دوست دارن و وارد وبسایت شما میشه اسپورت و غیره هست. ببینید چون گوگل یه جستجوگر خیلی قدرتمندیه، علاقمندی های کاربراتون هم میاره. شاید بگین ای بابا چقدر داره از ما اطلاعات دزدی میشه، یه سایت رو داریم بررسی میکنیم. ولی به عنوان مدیر سایت، کسی دل سوا میکنه، باید بدونیم که این موارد چیزای ضروری هستن که ما نیاز داریم تا بالاخره بتونیم یک قسمتی رو بیایم و پیاده سازی بکنیم تا بتونیم به کاربر بهتری پیشنهاد بدیم. شما میتونید امکانات بیشتر و فیلدهای بیشتر با این قسمت قرار بدید و میتونید اینا رو خیلی دسته‌بندی تر بکنید. ما این قسمت جندر اینا که داخل این قسمت رفتیم، این قسمت اینترست بود که این قسمت گفته شده، جو و مربوط به لنگویج و با لوکیشن و غیره است که در کجا با چه زبانی و از کجا دارن لاگین میشن و غیره که اطلاعات شما قبلا دیدیم. بیهویر رفتار هاست که چقدر افراد ورودشون جدید هست یا قبلا اومدن و که اون در قسمت اوورویو دیدیم. تکنولوژی ها به ما نشون میده که ما با چه براوزر و OSی داریم وارد میشیم. همونطور که میبینید گوگل کروم، فایرفاکس و سافاری داره میاد و بعد از اون اندروید های مختلف که داره وارد میشه و آخر اوپراست. یعنی ما باید بدونیم که چهار مرورگر مهمی که ما الان باید در نظر، پنج مرورگر در نظر داشته باشیم تا بتونیم یه وبسایت خوب برای اونا درست بکنیم چیه و اونا از کجا دارن میان. آره ما خیلی خوب شد الان فهمیدیم که از کجا، از چه مرورگرهایی داره میاد، ولی از چه گوشی هایی داره میاد. خیلی ها به من زنگ میزنن میگن که آقا تکل شما که داری الان واسه موبایل اینا درست میکنی و اینا، خیلی میگی اپ بزنید برای iOS، مگه چند درصد iOS دارن؟ من الان باید یه چیز نشون میدم نگاه کنید. اولی چیه؟ این همه ترافیک کمه؟ این همه ساعت و سشنی که داره تو وبسایت شما هزینه میکنه کمه که شما برای اپل مثلا اپلیکیشن نمیزنید؟ این اطلاعات جامعی است که شما، آره خیلی خوشحال بگید آره این چون یه اپله و اپل یک، همه اپل ها یه دونه حساب میشه و سامسونگ ممکنه چندین نسخه داشته باشه و جمعش بیشتر از اپل میشه. من باید بگم که به هر صورت این داره یه ترافیک خیلی بزرگی رو وارد وبسایت میکنه. پس من میتونم اینجا متوجه بشم که چه ترافیکی داره از کجا و به کجا میره و واسه چه دستگاهایی داره میاد. پس باید برای اونا من یک سری اطلاعاتی رو داشته باشم. یه سری موارد دیگه هست، مثل بنچمارک هست، مثل چنل هایی که وارد وبسایت شما میشن. مثلا خیلی اطلاعات خوبیه، بهتون نشون میده که چطور دارین شما دارید پسرفت میکنید، چطور دارید پیشرفت میکنید. شما دارید رفرال میرید بالا، متاسفانه ارگانیک سرچ توی قسمت سشن داره میاد به 56 درصد شما اومدید پایین. این خیلی بده، داره نشون میده که شما
تو سشن درست کردن افرادی که وارد وبسایت شما میشن، شما دارید پسرفت میکنید. ولی خب 4% هم رفتین بالا، یعنی توی چین افراد جذب افراد جدید و ولی تو یعنی سشنایی که درست شده، ولی تو نیو یوزر یعنی افرادی که واقعا یک فردن نه تولید کننده چندی سشن، 54% اومدید پایین. چقدر بد. ولی همون نفراتی که اومدن داخل وبسایت شما خیلی بیشتر دارن صفحات وبسایت شما رو میبینن و دارن کمتر از وبسایت شما میرن بیرون. این اطلاعات بده، این اطلاعات آیا بهتون کمک نمیکنه که شما بدونید که دارید چه کجا دارید پس رفت میکنید؟ آقا این نشون میده که دقیقاً شما دارید پس رفت میکنید. این داره نشون میده که ایمیل مارکتینگ شما 100% کم شده، در صورتی که یه ماهایی بوده بالا بوده، 5000 تا ارسال شده. اودر مثلا موارد دیگه‌تون، جستجوهاتون، داره رفرالتون میره بالا. این متاسفانه رفرال باید ارگانیک سرچ ببره بالا. اگر نخواد ببره بالا برای من هیچ ارزشی نداره به عنوان سئو کار، چون من میخوام سئو بکنم که صفحه اول. اگه پول داشتم فقط برای تبلیغات که نمیدم سئو بکنم، میزدم تو سایت دیگه تبلیغ میکردم. لوکیشن رو نگاه بکنیم، خب نشون میده افغانستان خیلی خوب پیشرفت کرده تو لیست ما، ایران هم روی پیشرفته. این ناتسده نمیدم بالا دیگه نشون نمیده. عراق داره پسرفت میکنه متاسفانه و کشورهای دیگه هم که الان میبینید لیستاشون. بعد شما هست بدونید میبینید تو کشور وقتی داره اینقدر ترافیک میاره برای شما، پس باید مهم باشه. شما باید پیگیر باید راه هایی درست بکنید تو افغانستان بتونید تو سایت شما پرداخت داشته باشه. شما باید برای افغانی ها جایی رو قرار بدید. حالا نمیدونم الان درست میگیم افغانی یا افغانستانی و غیره، اینا خودشون میدونن. حالا اینقدر سخت نگیرین، یه مدتی این مورد افتاده تو زبان خیلی از افراد توی برادرهایی که تو کشور همسایه زندگی میکنن. و در قسمت دیوایس ها میتونیم جدول ببینیم. این جدول گرافیکی چقدر خوبه. ببینید موبایل داره تو همه شرایط داره پسرفت میکنه، دسکتاپ داره پسرفت میکنه، تبلت داره پسرفت میکنه. اینو باید پیگیری بشه. آخرش هم یوزر فالو هست که در شرایط مختلف من به شما نشون دادم که چطور اونا میان و داخل وبسایت شما از کجا و به کجا میرسن که قبلا هم گفتیم. به عنوان مثال ببینید بس کانتری شما دیگه موارد دیگه هم تقسیمش کنیم. مثلا یکی افغانی ها اگر بیان تو سایت ببینید به کجا میرن. این هم که میگه ایران دیگه، ایران اینا نها کنید قدرت بیشتری دارن نشون میده. خب تا اینجا من سعی کردم خیلی از موارد به جز کانورسیشن ها رو آموزش بدم که الله در جلسات بعدی فرصت شد در موردش میریم، چون باید خیلی از موارد برای وبسایت فروشگاهیه و کانورسیشن هایی که براشون درست میشه برخی از مواردشون نیاز به کد نویسی است. بخاطر همین من سعی میکنم تا زمانی که ما آموزش های پایه‌ای رو وارد کردیم واردشون نشم. بعضی که تمام شد آموزش پایه‌ای ما، خیلی مواردی که با هم دیگه صحبت کردیم، میایم یواش یواش به این سمت که این بخش‌ها یالا پیشرفته‌تر هم با هم دیگه یه توضیحاتی بذاریم کنار رو یه خورده مطالعه بکنیم ببینیم به دردمون می‌خوره یا نه. یک مورد بگم اینه که چطور وبسایت ما داخل گوگل آنالیز ست بکنیم. انقدر آموزش براش وجود داره، انقدر وجود داره که من اصلاً نمی‌خوام اینا رو آموزش بدم. به خاطر همین شما می‌تونید خیلی راحت داخل گوگل سرچ بکنید و وبسایتتون رو داخل گوگل آنالیز ست بکنید. آموزش بعدی ما هم در مورد گوگل وب مستره. منتظر آموزش ما باشید، هم از کانال ترنگل و هم از کانال پارس کلیک. موفق و معید باشید. با تشکر شهریار توکلی.